فساد و تبعی در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای ایران خیلی مشهوده، آشکار، حالا در وزارت نفت بوده، در دستگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌های شهری ما مثل شهرداری و نهادهای دیگر، سپاه و و و. اما در یک جا که معمولا ازش به عنوان گاف صندوق حکومت یاد میکنند، یعنی سیستم ارزی و همینطور این خرید طلا در سطح جهان توسط مدیران بانک مرکزی و دستگاه‌های خزانه‌داری مملکت، اینا در اینجا اتفاقاتی داره میگذره که مردم تقریبا ازش بیخبر، اطلاعات از اون درون خیلی به ندرت به بیرون بروز میکنه. آقای دکتر حسن منصور عزیز، سراپا گوشی. جناب میبودی عزیز، ببینید آخرین خبری که از کشورمون داریم تعقیب پرونده قضایی علیه آقای سیف رئیس بانک مرکزی سابق که در ادعانامه‌شون گفته شده که 30 میلیارد دلار تضییع کردند و علاوه 60 هزار تن طلا معادل 800 هزار میلیارد تومان طلا. این البته ببینید یه حلقه از یک داستان بسیار متوله و در واقع این به این معنا نیست که آقای سیف این مبلغ رو اختلاس کرده، چنین چیزی نیست. آقای سیف یا هر رئیس بانک مرکزی مجری یک سری دستورالعمل‌ها و کارهاست در درون یک نظامی که اون نظام کارآمد نیست، رویه های کاریش غلطه. ملاحظه بکنید من سخن رو کوتاه کنم ولی مسئله بغرنج و متوله. بانک مرکزی یکی از نهادهای مدرن بشریت امروزی است. اهمیت این نهاد دست کم به اندازه اهمیت چرخ در مکانیک و به اندازه صفر در ریاضیات، یعنی این اندازه مهم و بنیادی است. این نهاد بسیار سترگ و بزرگ کارهایی میکنه که به اعجاز شبیه نظام پولی کشور میچرخونه و این نظام پولی عملا امر بسیار بسیار فنی و بغرنجی. خب این قواعدی داره، این قواعد امروز در اقتصاد امروز میدونید برنده جایزه نوبل داریم در این زمینه چندین و چند. پس امر ساده ای نیست که هر رهگذری بلد باشه یا حتی هر بانکداری بفهمه که بانک مرکزی چه کار میکنه. اینا مثلا بعض وقتا شده که یه بانکدار رو از بانک ملی آوردن گشتن رئیس بانک مرکزی. خب اون اصلا نمیدونه بانک مرکزی چیه. در واقع من اجازه میخوام این عرض کنم که اصولا بانک مرکزی بانک نیست. این غلط است که اسمشو گذاشتیم بانک. این دستگاه مرکزی اداره کننده بانک ها و نظام پولی کشور و کار بانک را انجام نمیده، یعنی سپرده های مردم رو جمع کنه، اینها رو واگذار کنه به سرمایه گذاره، این کار نمی کنه. اینا کارهای بانک های تجاری هستن. بانک مرکزی یک وظیفه عمده داره، البته مثلا بانک مرکزی آمریکا وظیفه دومی هم داره، وارد اون قضیه نمیشم. اون قضیه مرکزی، تکلیف مرکزی بانک مرکزی عبارت است از حفظ کردن قدرت خرید پول ملی. خب برای این مکانیزم های بغرنجی تو کار داریم، یعنی در اونجا ما پول شناس، ریاضیدان، مدل ساز، کامپیوتر شناس، همه اینها رو لازم داریم برای انجام این کار. در نتیجه ما مثلا مقدمات این کار رو در یک ترم درس میگیم برای اونایی که میخوان وارد کار بانک مرکزی بشن. در نتیجه قضیه بسیار بسیار بغرنجه. ولی برگردم این پدیده که چه میشود که رئیس بانک مرکزی سابق متهم میشود به اینکه در دوره ایشون از سال 95 تا 98 30 میلیارد دلار ضایع شده و 800 هزار میلیارد تومان، یعنی 800 تریلیون تومان طلا ضایع شده.
این چه پدیده ایه؟ ببین قضیه ساده است. قضیه این است که یک چیزی یک قیمتی داره، آن چیز عبارت است از ارز، و سمبول ارز رو بگیریم دلار. مثلا میگیریم دلار در زمان احمدی نژاد متوسط قیمت 900 تا 1080 تومان، یعنی 1000 تومان بود. شما این 1000 تومان رو اگر بدید به وارد کننده که شما اینو 1000 تومان به شما میدیم به این شرط که کالا که میاری به بازار بفروشی به ازای این 1000 تومان بفروشی، خب در این صورت یه نظام کنترل لازمه که این که کالا رو وارد کرد اولا کالا رو وارد بکنه و شما اینها رو کنترل کنید در گمرکتون که ما به ازای پولی که این بابا تحویل گرفته کالا وارد کرده، و بعد دستگاه کنترل داشته باشید که این کالا رو به کدوم قیمت فروخت. برای اینکه دلار در بازار 3000 تومان قیمت داره، امروز دلار واگذار شده برای کالاهای اساسی 4200 تومنه. دلاری که در بازار فروخته میشه امروزا حدود 24000 تومنه تا 32000 تومن بوده. خب ملاحظه بفرمایید، شما به هر کسی، این کس ممکنه آدم عرض کنم درستکاری هم باشه، ولی وسوسه خیلی بزرگه. یک چیزی در اختیارش میذارید معادل 4200 تومن، این میتونه در بازار این رو بفروشه 25000 تومن. چه انگیزه ای وجود داره این کار نکنه؟ 1000 تا کلاه شرعی میشه باید پیدا کرد، حتی اگر آدم معتقدی باشه که این رو به قیمت بازار بفروشه. یا مثلا برادر آقای عراقچی که یکی از مسئولان مدیریت ارز بوده در اونجا، خب میگن که این دچار اختلاس شده، رشوه گرفته. خب ببینید شما یک کارمند رو در معرض تطمیع، در معرض طمعهای بزرگ قرار میدید در این نظام. یعنی اینکه این کارمند چی کار میتونه بکنه؟ این میتونه تصمیم بگیره این پول رو به امر واگذار بکند یا به زید واگذار بکند. اون وقت این آدم میبینه که کدوم یک از این گیرندگان ارز رسمی حاضرن که سبیلیشون رو چرم بکنن. وقتی ایشون میخوان مثلا 100,000, 200,000, 500,000 دلار در اختیار یکی بگذاره، میبینه به کجا بده، به خودش هم صرفه داره. اینجا که پدیده فساد پدید میاد. حالا در این مقوله 30 میلیارد دلار آقای سیف خودش چیکار کرده؟ دوچار اختلاس شده، فساد، ارتشا، اینا مقوله است که نه در این دادخواست معلومه و نه ما اطلاع داریم. ولی مسئله این نیست، مسئله این است که در این کشور دلار چندین قیمت داره. شما یکی رو واگذار میکنید به گروهی از مردم و هیچ کنترلی ندارید که ما به ازای اون به چه قیمتی در بازار فروخته خواهد شد. در نتیجه مثلا اعتراف رئیس بانک مرکزی کنونی آقای همتی در گزارشی که چند ماه پیش در مجلس داد این بود که ما در 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار در بازار تزریق کردیم که قیمت ارز رو کنترل کنیم. ببینید در همین مدت قیمت دلار در بازار 18 برابر شد. خب پرسش که مطرح میشه اینه، پس این 280 میلیارد دلار به جیب کی رفت؟ کدام دستگاه کنترلی وجود داشت در اینجا؟ پس ملاحظه میکنید مسئله اختلاس و دوز بودن به از درجه شخصیت و فلان مطرح نیست. اون اگر مطرحه در حاشیه مطرحه. اصل قضیه این است که نظام نادرسته. و این نظام چرا نادرسته؟ این قضیه را باید فهمید. این مسئله بسیار اساسی است. معمولا تصور میکنند که دولت عمدن ارز رو به قیمت ارزان میدهد تا بتونه تورم داخلی رو کنترل کنه. قطعا این نیت بخشی از قضیه است، ولی بخش ناچیزی از قضیه است. اون بخش بزرگترش چیه؟ اون این است که
از همون نخستین روز حاکمیت جمهوری اسلامی نیروهایی پدید اومدن در اون نظام، یعنی این نظام پدید آورده با عرض چند نرخی که به شدت یعنی با چارچنگول دفاع میکنن از چند نرخی بودن عرض و نمیگذارن عرض یک نرخی بشه. چرا؟ برای اینکه رانت‌های بزرگی در اونجا خابیده و سالانه مثلا 30 میلیارد دلار اختصاص داده میشود. یا همین آغاز سال گذشته آقای جهانگیری 18 میلیارد دلار تخصیص دادن از بابت ارز 4200 تومانی. خب چه شد؟ شما نمونه مشخص ملاحظه بفرمایید، جوجه در ایران کیلوش چنده؟ 25,000 تومان اگر پیدا بشه، تا 38,000 تومان، تا 70-80,000 تومان اگر فیله جوجه رو بخواید بخرید. خب این قیمت روز بازاره. اون وقت این قیمت رو بگذارید در برابر ارزی که بهش تخصیص داده شده. ارزی که برای جوجه تخصیص داده شده ارز 4200 تومانیه. پس باید کیلوی هر کیلوی یک جوجه باشه 4200 تومان به علاوه هزینه حمل و نقل و سود میشه بعد 5000 تومان، 5500 تومان، 6000 تومان. دیگه نه 28000 تومان، 38000 تومان، 70000 تومان. پس ملاحظه میکنید در واقع این چند نرخی بودن نرخ ارز مکانیزمی است به عمدی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور رو در اختیار خودی‌هایی قرار بدهد که به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی این ارزها رو دریافت کنند و پاسخگوی هیچ هم نیستن. درنچه یکی از اونها این آقای ارگستیفه که امروز به هر علتی نامش رو مطرح میکنن که گرد و خاک بشه، در حالی که خب بگذارین در متن گزارش که آقای همتی گفتن 280 میلیارد دلار در عرض 15 سال تخصیص داده شده و هیچ کدوم از اینها به مصرف کننده منتقل نشده است. در نتیجه ملاحظه میکنید پدیده بسیار بسیار اغرنجه. مدیریت ارز یک امر علمی و فنی است، یک امر بسیار فنی است که کسی که مدیریت عرضه میکنه در بازار در داخل بانک مرکزی با اون مکانیزم باید آشنا باشه. ولی این در شرایطی است که شما یک بانک مرکزی داشته باشید. بانک مرکزی ایران عملا بانک مرکزی نیست، بلکه یکی از ادارات زیر امر دولته. در نتیجه اولین وظیفش این است که کسری های بودجه دولت رو ترمیم کنه، در حالی که بانک مرکزی نسبت به این امر کاملا باید بی‌تفاوت باشه. عنایت میکنید؟ ولی هر دولتی نیاز به پول داره. اگه قرار باشه به دستگاه بانک مرکزی بتونه دستور بده که پول چاپ کن در اختیار من بگذار، در این صورت تمام کشورها دچار تورم میشن. همین آمریکا رو ببینید. اگر دنجو رئیس جمهور بتونه به رئیس بانک مرکزی بگه پول چاپ کن در اختیار من بگذار، در این صورت نظام اقتصادی آمریکا هم میپاشه. این نظام است که در ایران وجود داره و در نتیجه انواع تخلف ها و اختلاس ها و کشکاری ها در داخلش دیده میشه. این مشکل اساسی عرضه، ولی مسائل فنیش قطعا بسیار بسیار زیاده که اگه لازم شد من برخی رو توضیح میدم خدمتتون. حتما. دو دقیقه وقت داریم تا آگهی ها. آقای دکتر منصور عزیز به من بفرمایید که آره از دید علم اقتصاد این نظام ارز ایران بر پایه قواعد استاندارد داره اداره میشه، من درآوردیه، یعنی این سیستمی که خود اینها پدید آوردن، همین ارزی که با نرخ‌های متفاوت در اختیار مردم گذاشته میشه و گذاشته نمیشه هر دو. بفرمایید. ببینید کوتاه کلام این که ما در تاریخ جمهوری اسلامی حتی نرخ‌های 18 گانه داشتیم، یعنی انواع نرخ ها، برای فلان چیز این نرخ، برای فلان چیز این نرخ، ولی چون اون طرف قضیه قابل کنترل نیست، یعنی this an open ended system، اون طرف قضیه قابل کنترل نیست، در نتیجه گیرنده ارز از اینجا گرفته و در بازار آزاد فروخته، گیرنده از ارزو گرفته بعد بیجک سازی کرده، گفته من اینا رو خرید کردم وارد کردم و وارد نکرده.
مدام گزارش های بانک مرکزی حکایت میکنه که چند ده میلیارد دلار ارز گرفتن ولی مابقی کالایی وارد نشد. هیچ مسئولیتی هم نیست البته که چه شد، چگونه دادید، چگونه. آخه اینطوری که عمل نمیشه در بانک مرکزی که من بتونم ارز رو بگیرم، مثلا 100,000 دلار بگیرم، نیم میلیون دلار بگیرم، 1,000,000 دلار بگیرم، در برابرش کالا وارد نکنم. هم چیزی امکان نداره اتفاق بیفته. اگر اتفاق میفته، برای اینکه این نظام این سازوکارش عمدی است، برای توزیع ارز در میان خودی ها انجام گرفته است و اینای دیگه فقط توجیه قضیه است. مدیریت ارز تا پیش از انقلاب یک دستگاهی بود بر مبنای اصول متقن علم اقتصاد عمل میشد. کسانی که در اونجا بودن آدم های وارد بودن و مقید بودن، به شدت مقید، به طوری که حتی شخص پادشاه که شخص متهم هست به اینکه مستبدی هم بود، نمی توانست به رئیس بانک مرکزی امر کنه که این کار رو بکن. ما نمونه هایی داریم که رئیس بانک مرکزی در برابر شاه مقاومت کرده و حتی استعفا کرده. ملاحظه میکنید استقلال بانک مرکزی یکی اصول کارهاست و الا در کشور سنگی روی سنگی بند نمیشه. آقای دکتر منصور، اشاره کردید به وظیفه بانک مرکزی، فرمودید که بانک مرکزی علارغم اسمش اصلا بانک نیست و به سیستم بانکداری هم اداره نمیشه. وظیفه بانک‌های تجاری هم این نیست که ارزش پول ملی رو حفظ کنه. این در وظیفه همین چیزی است که ما امروز به عنوان بانک ملی می‌شناسیم، بانک مرکزی می‌شناسیم. می‌خوام اشاره کنید به بانک مرکزی آمریکا برای مقایسه و اینکه ما رو شیرفهم بکنید. به من بفرمایید که گفتید دو وظیفه داره، دومیش رو شرح نداری. مثلا وظیفه بانک مرکزی در ایالات متحده آمریکا چیه؟ چه تفاوت‌هایی داره با ایران؟ بفرمایید. عرض کنم در اساسنامه بانک مرکزی آمریکا دو تکلیف برای بانک مرکزی تعریف شده. یکی عبارت است از نخستین ارزش پول ملی یعنی دلار، حفظ ارزش پول ملی، و دومی عبارت است از تامین رشد برای جامعه، تامین برای اقتصاد کشور. در اینجا بانک مرکزی گره میخوره با سیاست‌های اقتصادی دولت که در اونجا برای رشد، خب افزایش و کاهش حجم پول در گردش مسئله است. در چه بانک مرکزی یک وظایفش این است که با توجه به برنامه‌ای که دولت وقت برای رشد اقتصادی منظور میکنه، حجم پول رو در هماهنگی با دولت تنظیم بکنه. و این به معنای این نیست که ایجاد تورم کنه، برای اینکه اگه دولت رو به حال خود رها بکنی، هیچ بعید نیست که مثلا در سال آخر حکومت خودش برای اینکه دوباره انتخاب بشه بخواد ایجاد رونق کنه و برای ایجاد رونق کردن بخواد پول زیادی تزریق کنه که ثمره اون بعد 6 ماه بعد 8 ماه تورم خواهد بود. دولت ممکن این ریسک رو بکنه ولی بانک مرکزی این کار رو نمی کنه. در برابر میزان رشدی که برنامه ریزی شده پولش رو تنظیم میکنه. این نوع هماهنگی در درون همه بانک های مرکزی وجود داره خواه و نخواه. یعنی بانک مرکزی با توجه به اینکه اقتصاد نسبت به ماه پیش، نسبت به فصل پیش، سال پیش در جهت گسترش یا در جهت منقبض شدن هست، میزان پول رو تنظیم میکنه. ولی این یکی از وظایف بانک مرکزی نیست که بسترسازی بکنه برای سیاست توسعه و رشد دولت. او به وظیفه اصلیش حفظ قدرت خرید پول ملی است. خب وقتی اقتصاد رشد میکنه به تناسب رشد میزان پول رو افزایش میده. وقتی اقتصاد دچار رکوده به تناسب رکود میزان پول رو کاهش میده خواه و ناخواه. ولی این جزء وظایف او محسوب نمی شود که ناگزیر است برای تامین رشد تکلیف رو به عهده گرفته باشه. در مورد کشورهای نظیر ایران، اونجا وظیفه بانک مرکزی همین وظیفه اوله، یعنی حفظ قدرت خرید پول ملی. منتها این در صورتی است که
بانک مرکزی امر بر دولت نباشه. شما میدونید، شما خاطرتون هست که آقای احمدی نژاد در طول حکومت خودش 3 رئیس بانک مرکزی رو عوض کرد، برای اینکه امر میکرد که این کار رو بکن، اگر او انجام نمیداد عوضش میکرد. بانک مرکزی رئیسش استقلال داره از رئیس جمهور در آمریکا. زمان حکومتش هم با زمان حکومت او فرق میکنه و رئیس جمهور کشور نمیتواند بانک رئیس بانک مرکزی را عزلش کنه. یعنی مقام مستقلی است با تکلیف کاملا مشخص. به این ترتیب برای اینکه قدرت خرید پول ملی حفظ بشه، یک سری مدل ها و معادلات علمی فنی وجود داره که بانک مرکزی با توجه به حجم تولید ملی که انجام میگیرد، با مکانیزم های سگانه ای که در اختیار دارد، حجم پول رو تنظیم میکنه. از اینا نام ببرم واردش نمیشم، چون مقاله های هر کدوم اینا مستلزم عرض کنم چند ساعت توضیح و احیانا توضیح دادن مدل هاشه. بانک مرکزی میتواند میزان عرض کنم ذخیره ای که در برابر سپرده های بانک های تجاری به بانک مرکزی واگذار کنه تنظیم کنه. یعنی میگه از هر 10 تومانی که نزد شما پس انداز میشه، مثلا 1 تومنش رو باید به بانک مرکزی بسپارید. این حجم رو بانک مرکزی تصمیم میگیره و این تأثیر بسیار نیرومندی روی حجم پول داره. از کنم بانک مرکزی میتواند نرخ تنزیل رو تنظیم کنه. یعنی وقتی بانک های تجاری املاکشون و مستغلاتشون و کالاهاشون و کالاهای زی قیمتشون و اسیت هاشون رو میبرن نزد مرکزی برای اینکه اونو ودیعه بگذارن پول بگیرند، اونجا اون تنزیلی که میکنه 1%، 1.5%، 0.5%، 2%، اینو اون تنظیم میکنه. طبیعی است که نرخ تنزیل هرچی گرانتر باشد، پول گرفتن از بانک مرکزی برای بانک تجاری گرانتر تمام خواهد شد. در نتیجه یک تأثیر کاملا محاسبه شده که از روی مدل می شود در آورد حجمشو. این مکانیزم دومیش که در اختیار بانک مرکزی وجود داره. مکانیزم سومی که وجود داره عبارت از اینه که بانک مرکزی از طریق بورس بازار آزاد می تواند اوراق بهادار بفروشه یا بخره. وقتی اوراق بهادار خزانه رو میفروشه، پول در نزد مردم اونها رو جذب میکنه، در جه پول کم میشه. وقتی بخواد اونها رو بخره، در این صورت پول پمپاژ میکنه، پول زیاد میشه. این در واقع قدیمی‌ترین مکانیزمی است برای از اون مکانیزم های سگانه برای تنظیم حجم پول در گردش. تمام محاسبات فنی و مدل ها اینا شناخته شده است و مقوله های علمی بغرنجی هستند. بانک های مرکزی این کار رو انجام میدن. منتها به این یه نکته دیگر رو اضافه بکنم، این در یک اقتصاد بسته این فرمولی که عرض کردم کار میکند. اقتصادهای بسته اون اقتصادهایی هستند که تجارت خارجی ندارن. وقتی تجارت خارجی مطرح میشه، بعد دیگری به این مسئله اضافه میشه و اون این است که بانک مرکزی ناگزیر است در برابر کالایی که در داخل تولید شده و اکنون صادر میشود، وقتی صادر شد، خب این کالا دیگه در داخل کشور در داخل اون نظام نمیچرخه، پس باید پولی که ما به ازای اون هست در تولید، این باید از سیستم عقب کشیده بشه. بانک مرکزی این کار رو میکنه. یعنی فرض کنیم ما 10 میلیون دلار صادر کردیم، معادل 10 میلیون دلار رو از پول در گردش کم میکنیم. در برابر اون 10 میلیون دلار صادر کردیم، فردا میخواییم واردات انجام بدیم، باید در داخل پول ملی وجود داشته باشه برای خرید اون کالایی که وارد میشه. دوباره بانک مرکزی با اون مکانیزم سگانه‌ای که عرض کردم اون مقدار پول رو پمپاژ میکنه. این بهش میگیم استریلیزیشن. استریلیزاسیون.
استریل کردن اون صادرات و واردات. اگر این کارو نکنه اقتصاد یا دوچار تورم میشه یا دوچار رکود. خب مسئله این است که این معمولا مکانیزم که مکانیزم فوق‌العاده پیشرفته و دقیقی است در بعضی کشورهای جهان سوم مثلا متوجه نیست و نمیدونند. ولی این مسئله بورنجتر میشود وقتی که صادرات اون کشور صادرات کالایی است رانت دار. اینجا این مقوله رو توضیح بدم یعنی چه. ببینید ما از ایران مثلا اتومبیل صادر میکنیم، اتومبیل رانت نداره، یعنی موز توش هست، بهره توش هست، سود هم توش هست، ولی رانت توش نیست. اما وقتی نفت صادر میکنیم نفت هم سود توشه، هم موز توشه، هم بهره ای که برای سرمایه لازمه توشه، ولی عنصر دیگری وجود داره، اون رانته. رانت چیه؟ رانت عبارت از این که قیمت نفت تولید شده در کشورهای اوپک از جمله ایران بین 10 تا 15 دلار هر بشکه. خب اگر در بازار آزاد رقابتی این به فروش بره به همون 15 دلار فروش میره، نه بیشتر. اما چون مجموعه اوپک نمیتواند که تولیدش حدود 30 میلیون دلار 30 میلیون بشکه در روزه نفت جهان رو تامین کنه، نفت های گرانتری هم باید تولید بشود که حدود 100 میلیون بشکه در روز رو تامین کنه. هزینه تولید، کمترین هزینه تولید برای اینها در حدود 60 تا 70 دلار برای بشکه است. در نتیجه قیمت بازار تعیین می شود در اون 60 یا 70 دلار. وقتی قیمت دلار، قیمت هر بشکه نفت شد مثلا 60 دلار، برای تولید کننده ای که 15 دلار هزینه کرده 45 دلار رانت وجود داره، در حالی که برای تولید کننده آلاسکا یا نورث سی دریای شمال انگلستان این رانت وجود نداره. این رانت از نظر اقتصادی بغرنجی دیگری رو مطرح میکنه که عملیات دیگری رو روی بانک مرکزی ایجاب میکنه. اگر این کار انجام نگیره، یعنی ما اون دلاری که فروختی باش نفت فروختیم، این رو پولش رو وارد کنیم توی پول پایه قرار بدیم، انفجار تورمی در کشور رخ میده و پول کشور تبدیل میشه به پشیز. کاری که انجام گرفته تا جایی که ما میدونیم جمهوری اسلامی در این 40 سال اصلا متوجه این مقوله نبوده و سودش نبوده که این مقوله استریلیزاسیون توجه کنه، هیچ وقت این کار نکرده. در برابر اون خطای دیگری انجام میدهد. این خطا رو ببینید، بدون هیچ گونه ادعا من حدود 12 سال پیش نوشتم که چنین چیز اتفاق میفته، ولی حدود 2 هفته پیش بود که رئیس بانک مرکزی اعتراف کرد که این کار اتفاق میفته. عنایت میکنید؟ یعنی تا کنون سند رسمی نداشتیم. اون چه بود؟ پدیده که اتفاق میفته چیه؟ در برابر پول نفتی که صادر شده و بلوکه شده در بانک های جهان، در آمریکا، در کره جنوبی، در اروپا، در هندوستان، در چین، خب این پول وارد نشده به خزانه کشور. وقتی اونجا وارد بشه، از اونجا به وارد کننده داده بشه، در برابر اون وارد کننده کالا وارد بشه، در این صورت ما میتونیم این پول رو وارد کنیم به پایه پولی کشور. در حالی که بانک مرکزی ایران در برابر پولهای بلوکه شده پول چاپ کرده در اختیار دولت گذاشته. اینا بفرمایید علت تورم رو ملاحظه میکنید؟ اگر بناست که ما در برابر پولی که وجود ندارد در اختیارمون نیست کالا وارد نکرده ایم پول چاپ بکنیم، مثلا چه نیاز به وجود نفت داریم؟ هر کشوری میتونه بجوده بدون صادرات نفت پول چاپ بکنه و در اختیار دولت بگذاره تا اون هزینه های خودش انجام بده. کاری که انجام دادیم اینه و این در واقع کمر پول ایران رو شکنده. این عمل در از زمان که من اطلاع دارم
عرض کنم ظاهرا خبر دارم یک بار در سال 1964 انجام گرفته. من برای این سندی ندارم ولی شنیدم از مسئولان درجه اول بانک مرکزی که در سال 64-65 انجام گرفته، ولی بعد از اون در دوره آقای احمدی نژاد تبدیل شد به یک امر جاری. در برابر پولایی که در خارج میمونن در داخل پول چاپ میکنیم در اختیار دولت میگذاریم. و این کار در دولت آقای روحانی هم در این سالها انجام گرفته. آقای همتی دو هفته پیش این رو اعلام کردن که ما علت این تورم این است که ما در برابر پولای بلوک پول چاپ کردیم. بجه تشکر میکنم، فوق‌العاده بود توضیحاتتون. آقای یک دقیقه روز وقت داریم. اون چی که من آموختم امروز از حرفای آقای دکتر حسن منصور عزیز اینه که یک غلط مصطلح در میان ما اصلا در فرهنگ دموکراسی وجود داره. تصور میکنیم ما سه قوه مستقل داریم، قوه مقننه و مجریه و قضاییه. نه، ما چهار تا داریم. یکی از مهمترینش بانک مرکزیه. بانک مرکزی یکی از مهمترین قوای مستقل در یک کشوره. همینی دیگه آقای منصور. درسته قربان، درسته. تشکر میکنم ازتون. این گفتگو رو حتما با آقای دکتر منصور به ادامه میدیم. هم میانم خیلی هم سپاسگزارم از حضورشون. مثل همیشه بسیار از سخنان آقای منصور آموختید. به شما شب بخیر میگم در اروپا. ممنون قربان، ممنون. مرسی. شم رو سینه نشسته اما خیلی دلخوره. چرا دلخوره؟ چرا؟ چرا؟ شلوغ قتلگاه. شم رو سینه نشسته اما خیلی دلخوره. چرا؟ میگه چرا؟ میگه چرا؟ هرچی که میکشم نمیبره. خدا ماه رمضان ماه مهمانی توست، مهمونی میدی دیگه. حالا کم و زیادش کاری ندارم، هدف اینه که بفهمیم اونایی که ندارن، اونایی که گرسنن، اونایی که بدبخت بیچارن چی میکشن. اولا اینکه جا داره تشکر کنم به خاطر اینکه مثل ربیع الاول و ربیع الثانی و جمادی الاول و جمادی الثانی رمضان و ثانی نذاشتی. دمت گرم، خیلی هم با مرامی. دوما چی میشد اگه یه روز نخواستیم، یه ماه، یه روزم در نظر میگرفتی که ما حال اون پولدارا رو بفهمیم، اونایی که دارن، اونایی که ثروتشون از سرشون میریزه، اونایی که مثل خر تو پول گیر کردن، حال اونا رو هم بفهمیم چی میشد؟ جان بیام جلو. ببخشید، معذرت میخوام. بله فهمیدم. آمین.